سلام دارم خدمت همه حاضرین در نشست زوم عمومی بحث‌های آزاد جامعه ها. نهادهای جمهوری خواه، سوسیال دموکرات و لاییک سکولار ایران برگزار می کنند. موضوع میزگرد عمومی امشب تحتی سرمایه نهادین پهلوانی ایرانی. سخنرانان آقای دکتر حسین موسویان رئیس هیئت رهبری و اجرایی جبهه ملی ایران، آقای کامبیز قائم مقام عضو هیئت اجرایی سازمانهای جبهه ملی خارج از کشور و آقای فرهنگ قاسمی رئیس و سخنگوی نهاد راهبردی حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لاییک ایران. دوستان، در بخش دوم ما به سوالها جواب و همچنین انتقاد یا پیشنهادات، هر یک از شما 5 دقیقه وقت دارید برای ابراز یا سوال کردن. خواهش میکنم ولی در بحث یا در متن بحث روز بمونید، یعنی از بحث امشب خارج نشوید. اگر اجازه بدید با آقای دکتر حسین موسویان برای مدت 15 دقیقه وقت به آقای موسویان بفرمایید. با عرض سلام و درود خدمت دوستانی که در جلسه حضور دارن و هموطنان عزیزی که بعداً ممکن است که از این رسانه صدای بنده رو بشنوند. اولا من تبریک میگم به تلویزیون رنگین کمان و حزب سوسیال دموکرات و لاییک ایران که این سوژه رو در آستانه سالروز درگذشت تختی انتخاب کردید و خیلی خوب است که از شخصیت های مورد علاقه مردم، شخصیت های ملی مورد علاقه مردم واقعا یادی بشه در این رسانه ها و حداقلش اینه که بعضی از جوانان آشنا بشن با این شخصیت ها، با این شخصیت های گذشته و بدانن که این مسیری که ملیون و وطنخواهان طی کردن به وسیله چه شخصیت های این راه پیموده شده. تختی به گمان من یکی از شخصیت های مردمی برجسته 70-80 سال اخیر ایران هست. من فکر میکنم اگر شما بخواهید به تعداد انگشتان دو دست مثلا 10 نفر شخصیتی که بسیار مورد علاقه مردم و محبوب بودند در نزد ملت ایران بشمارید، قطعا تختی در یکی از این 10 نفر جای خواهد گرفت. این رو با استواری میگویم، برای اینکه شما فرض کنید در ایران سفر میکنید توی جاده دور افتاده که صدها کیلومتر از تهران فاصله داره، توی یه جاده دور افتاده یه قهوه خانه سنتی میبینید یا چای خانه سنتی، وارد میشی میبینی که عکس بزرگ تختی که ممکنه 50 سال هم هست اونجا نصب شده بالا سرش هست، روی دیوار هست. الان بعد از اینکه 56 سال از درگذشت تختی گذشته، خب این نشانه این است که واقعا تختی در قلب مردم جایگاه ویژه‌ای داشته است. حتی همین جوانای نسل جدید که از شخصیت‌های
گذشته خیلی کمتر به اصطلاح خبر دارن و کمتر باشون آشنایی دارن، اکثرا تختی رو به عنوان یک قهرمان ملی میشناسن و با نامش آشنا هستن. من اگر بخوام درباره تختی صحبت کنم، باید در سه محور صحبت کنم. یکی زندگی شخصی تختی هست، مثل زندگی که هر فرد دیگه داره، یه روزی به دنیا میاد و یه روز چشم از جهان میبنده. دوم، محور دوم، زندگی ورزشی تختی هست و محور سوم که بیشتر مورد توجه ما هست، زندگی سیاسی او هست. خب متناسبه با وقتی که به من لطف کردین، من سعی میکنم خیلی فشرده در این سه محور درباره تختی صحبت کنم. حالا دکتر موسویان، با اجازه آقای رئیس جلسه، شما بیشترم وقت بگیرید بهتره، برای اینکه از نزدیک تو جریان بودید و عکسایی هم که برای من فرستادید دیگه نمیشه اینجا گزارش داد و فلان اینا. بله خیلی ممنون آقای رئیس جلسه، با اجازهتون. خواهش میکنم. خواهش میکنم. به هر حال اونچه که به نظرم رسید درباره تختی اینه که در این سه محور دربارش صحبت کنم. تختی در سال 1309 در تهران متولد شده، در خیابان مولوی محله خانیاباد. پدرش حاج رجب یخچالدار بوده، اون یخچال های سنتی قدیمی که همه میدونی چه شکلی بود، دیوار بلندی میکشیدن که سایه پشتش باشه، آب توش میبستن در زمستون، اون آب یخ میبست، اون یخ ها رو بعدا جمع‌آوری میکردن میبردن توی زیرزمینی انبار میکردن برای تابستون بیارن بیرون بفروشن. این کار یخچال داریم. پدر بزرگ تختی هم به نام حاج قلی، اونم همین شغل رو داشته، یخچالدار بوده و اون مغازه‌ای که داشته و توش کاسبی می‌کرده، توی اون مغازه تخت گذاشته بوده و رو اون تخت می‌نشسته و به همین مناسبت معروف میشه به حاج قلی تختی و همین فامیلیش هم میشه، بعدن فامیلیش میشه تختی. به هر حال غلام رضا تختی توی چنین خانواده‌ای متولد میشه در تقریبا جنوب شهر تهران، محله خانیاباد، و از قضا زمین‌های یخچال پدر میره تو طرح ساختن راه آهن در زمان رضا شاه و این زمین ها رو میگیرن برای ساختن راه آهن، یه پول مختصری بابتش پرداخت میکنن و تختی پدر حاج رجب وضع مالیش خیلی آشفته میشه و به همین دلیل از شدت فشارهای زندگی خیلی زود فوت میکنه، مریض میشه و فوت میکنه. تختی در سنین 13-14 سالگی بوده که پدر رو از دست میده و مجبور میشه که سالهای اول دبیرستان که بوده ترک تحصیل کنه و بره برای کمک به خانواده مشغول کار بشه. بنابراین جسه درشت و قوی هم داشته، در سن 13-14 سالگی مثل یه مرد وارد کار بدنی میشه، کارگر میشه در شرکت نفت در مسجد سلیمان
میره اونجا شروع میکنه. خودش اونطوری که گفته در روز اون موقع 7 تومن دستمزد میگرفته، 7 تا 1 تومنی، و اینو برای زندگی خودش و مادرش و خواهرش و خانواده در حقیقت این پولی که دریافت میکرده هزینه میکنه. تا زمانی که به سربازی میرسه و میاد و سرباز میشه، میره دوران سربازی. قبل از اینکه به مسجد سلیمان بره و مشغول کار بشه، با کار ورزشی و کشتی و کشتی باستانی و پهلوانی و اینا هم آشنا شده بوده، شروع کرده بشه. تو محلشون یه باشگاهی بود به نام باشگاه پولاد که هنوزم هست. من یه موقعی در مسیرم به اون طرف راهم میفته میبینم باشگاه پولاد هنوز تابلوش هست تو خیابون خانیاباد. باشگاه برو میشه و شروع میکنه به ورزش. به ورزش هم علاقه‌مند بوده. در دوران سربازی مخصوصا یکی از درجه داران ارتش اهل کشتی بوده و تختی رو میشناخته و تشویقش میکنه که حتما تو این مسیر ادامه کار بده، ادامه فعالیت بده. به هر حال تختی سربازی رو انجام میده و میاد کار رو ادامه میده در راه آهن، استخدام میشه در راه آهن و شروع میکنه به کارمندی راه آهن، که تا اون اواخر زندگیش که حقوقش رو قطع کردن و او رو در مضیقه شدید قرار دادن، کارمند راه آهن. خب بقیه مسائل زندگیش رو باید در محور زندگی سیاسیش مطرح بکنن و میذارم برای گفتن شرح زندگی سیاسیش، ولی زندگی شخصیش بیشتر با ورزش گره خورده و بعد از سربازی و کارمندی راه آهن رفتن به دوشک کشتی و ورزش و باشگاه پولاد و اینا رو شدیداً ادامه میده، به طوری که در سال 1951 که سنش 22 سال بوده عضو تیم ملی ایران میشه، تیم کشتی، و میره اولین کشتی خارج از کشورش رو در هلسینکی میگیره و مقام دوم کسب میکنه، مدال نقره میگیره. کلن از نظر زندگی ورزشی من باید بگم که تختی 15 سال که خودش رقم استثنایی هست، کمتر ورزشکار کشتیگیری 15 سال تو تیم ملی مونده، مثل که یه مورد دیگه بوده که اخیراً معرفی شده. 15 سال عضو تیم ملی بوده، از 1951 که در هلسینکی کشتی میگیره تا 1966، به مدت 15 سال عضو تیم ملی کشتیه. در این 15 سال 7 مدال، مدال طلا و نقره میگیره که بازم رکورد قابل توجهی است و کمتر کشتیگیری به این تعداد مدال دسترسی پیدا کرده. در 4 المپیک شرکت میکنه. در المپیک 1952، در المپیک 1956، 60 و 64. کمتر ورزشکاری در 4 المپیک رفته برای کشورش کشتی گرفت. این زندگی ورزشی تختی هست و اون مدال هایی که به دست آورد. و برگردیم به زندگی شخصیش. در سال 45
یک سال قبل از مرگش ازدواج میکنه، یک فرزند داره، یک فرزند داره و اون فرزند بابک تختی هست که در سن 4 ماهگی بوده که پدرش غلام رضا تختی چشم از جهان فرو میبنده. و من اتفاقا دیر به یادم رسید که خوب بود شما برای این جلسه بابک رو هم دعوت میکردید. بابک در آمریکاست الان و با خانوادهش، با پسرش که اسم پسرش هم گذاشته غلام رضا، اسم پدرش گذاشته و اون غلام رضا پسر بابک بسیار هم شباهت به خود تختی ما داره، خیلی شبیه هست چهرش. میشد بابک رو هم در این جلسه دعوت کرد. بعد از انقلاب اولین بزرگداشت تختی رو جبهه ملی ایران در محل باشگاه مرکزیش برگزار کرد در 17 دی سال 58. و در اون بزرگداشت بابک 12 ساله بود و اومد راجب باباش سخنرانی کرد و همسرش هم حیات داشت و اومد سخنرانی کرد. هم مادر هم پسر به باشگاه جبهه ملی اومدن و راجب زندگی تختی صحبت کردن. البته زندگی زناشویی تختی بیش از 1 سال طول نکشید، خیلی زود تختی جهان رو وداع کرد. از نظر زندگی سیاسی، تختی همون موقعی که از سربازی برگشته بود و تو باشگاه پولاد کشتی میگرفت، به وسیله بعضی از ورزشکاران همون محل خانیاباد به سیاست کشیده شد، دعوت شد. و مهمترین این شخصیت ها آقای محمد حسن خرمشاهی بود. محمد حسن خرمشاهی که از مبارزان دیرپای نهضت ملی بود، با تختی رفاقت و بچه محلی به اصطلاح داشت و تختی را دعوت کرد به حزب زحمتکشان ملت ایران. تختی بنابراین فعالیت سیاسی رو از حزب زحمتکشان ملت ایران که اون موقع دکتر مظفر بقایی و خلیل ملکی و دکتر محمد علی خنجی به اتفاق هم رهبریش میکردن، اون موقع تختی وارد شد. تختی وارد شد این زمانی که شروع کرد تختی 1330 هستش، 1330 در همون اوانی که دولت ملی تشکیل میشه. خب یک سال بعدش، بعد از 30 تیر 31 و حوادث 30 تیر، خلیل ملکی با مظفر بقایی اختلاف پیدا میکنن، برای اینکه بقایی میچرخه به طرف افراد دست راستی حکومت و از نهضت ملی و از دکتر مصدق میبره و راهشو جدا میکنه. و به همین مناسبت آقای خلیل ملکی و دکتر خنجی از بقایی جدا میشن و اکثر کادرهای حزب زحمتکشان هم با اینا از حزب زحمتکشان خارج میشن و میان حزبی رو درست میکنن به نام نیروی سوم. حزب نیروی سوم از مهمترین احزاب پیدا شده در این به اصطلاح دوران نهضت ملی و دوران به اصطلاح ملی شدن صنعت نفت هست. خب این تختی هم همراه اکثر کادرها میاد با خلیل ملکی و دکتر خنجی در نیروی سوم. بنابراین پایگاه بعدی تختی از حزب زحمتکشان میشه حزب نیروی سوم. در آستانه کودتای 28 مرداد
بین خلیل ملکی و دکتر خانجی هم اختلاف پیدا میشه سر مسائلی که حالا جای بحثش الان اینجا نیست. و به هر حال دکتر خانجی در حمایت از دکتر مصدق و حمایت از رفراندوم و تعطیل مجلس و خلیل ملکی برعکس مخالف رفراندوم و تحلیلی که در فروردین 32 دکتر خنجی تو نیروی سوم در جلسه عمومی ارائه میکنه و خلیل ملکی باش به شدت برخورد میکنه و حتی توهین میکنه و اون تحلیل حالا این جلسه اکثرا افراد سیاسی هستن با قدمت میتونن یه مقدار دربارش توضیح بدم. در اون جلسه دکتر خنجی مطرح میکنه که شرایط بسیار به ضرر نهضت ملی داره میچرخه و دولت ملی در آستانه خطره و این دلیل میاره که استالین 20 روز پیش مرده، استالین 15 اسفند 31 تقریبا مرده و با مرگ استالین غرب در مورد ایران هیچ مانع و راده ای سر راه خودش نمیبینه و ممکنه دست به هر کاری بزنه چون استالین در گذشته و جانشینانش هم الان دارن تو سر کله هم میزنن، مشغول جنگ قدرتن و به مسائل جهانی و منطقه اینا توجهی ندارن. این تحلیل رو دکتر خنجی تو جلسه عمومی در حضور شاید 200 نفر انجام میده و آقای خلیل ملکی بعدش میگه که این آقای دکتر خنجی یه مقدار متوهمه و افکار مالی خولیایی داره و حرفای چرت و پرت خیلی زیاد میزنه. اینجوری توهین میکنه به این تحلیل دکتر خنجی و این جلسه شروع شکاف میشه بین اینها. با این توهینی که میکنه دکتر خنجی، خب یه شخص موقر و متین و به اصطلاح مؤدبی بوده و این بر نمیتابه این مسئله. بعد حوادث بعدی البته نشون داد که حق با دکتر خنجی بوده و تحلیلش واقعا درست بود و انگلیس و آمریکا دست تو دست هم گذاشتن و موقعیت رو مقترن دونستن و روزهای قبل از کودتا یه اطلاعی هم به کرملین دادن که ما در صدد این کار هستیم، شما اطلاع داشته باشید. اونا هم اوکی کردن، اونا هم اوکی کردن و قبول کردن. بنابراین طرح کودتا به وسیله انگلیس و آمریکا و با تایید شوروی صورت گرفت. به هر حال در آستانه کودتا دکتر خنجی و خلیل ملکی هم از هم جدا شدن و از نیروی سوم دو جریان پیدا شد. یکی جامعه سوسیالیستا به رهبری خلیل ملکی و یکی حزب سوسیالیست به رهبری دکتر خنجی. تختی حزب سوسیالیست رو انتخاب کرد و همراه شد با دکتر خنجی و تا موقعی که حزب منحل شد، اونم باز داستان مفصلی داره که باز از بحثش از این جلسه در حقیقت وقت زیاد میگیره. در سال 39 البته در حزب سوسیالیست تختی تا مقام قائم مقامی حزب ارتقا پیدا کرد موقعیتش و جانشین رهبر حزب شد. در سال 39 که جبهه ملی شروع به فعالیت کرد، فعالیت مجددش را آغاز کرد، تختی عضو شورا نبود و مسئول سازمان ورزشکاران جبهه ملی بود. مسئول سازمان ورزشکاران بود و در کنگره سال 41 بود که کنگره به تختی رأی داد و تختی عضو شورای مرکزی شد. بنابراین زندگی سیاسی تختی از عضویت حزب زحمتکشان شروع میشه، اون مراحلی که عرض کردم طی میکنه تا میرسه به عضویت در شورای مرکزی. موقعی که در کنگره
دوستان تختی او را کاندید کردن برای عضویت شورا، تختی با فروتنی قبول نمیکرد و میگفت که آخه من چه شکلی باید روم بشه بیام بشینم کنار الهیار صالح یا کنار دکتر صدیقی. من یه زندگی ورزشی داشتم و تحصیلاتی هم ندارم و توی مردم و تو جنوب شهر بزرگ شدم، من نباید کاندیدا بشم. ولی به هر حال کنگره بهش رأی داد، رأی بالایی هم داد و تختی عضو شورا شد. سال 43 که به علت اون دسیسه هایی که به نظر من خارج از جبهه ملی چیده شده بود، جبهه ملی متوقف شد، تختی خیلی افسرده شد، گوشه‌گیر شد و فشارهای حکومت هم روش خیلی سنگین شد، خیلی زیاد شد. حقوقش رو قطع کردن، حقوقی که از راه هم باعث میگره و در حالی که پیشنهادهای زیادی با پول هنگفت بهش میشد و نمیپذیرفت. پیشنهاد شد بهش که مثلا بیاد در فیلم بازی کنه، فردین مخصوصا کشتیگیر دیگری که دوست تختی بود و تو تیم ملی بود، خیلی به تختی اصرار میکرد که بیا تو هم فیلم بازی کن، درآمد زیادی داری. تختی زیر بار نرفت و بعد پیشنهاد این که تو فیلم تبلیغاتی یه تیغ مثلا تیغ خودتراش رو بگیره صورتش رو کف بماله 2 دقیقه نشون بده که تختی با این تیغ داره صورتش رو اصلاح میکنه، هزاران تومن حاضر بودن بهش بدن و تختی نپذیرفت. بنابراین یه زندگی به اصطلاح آبرومندانه و با احترام در نزد مردم و برای حفظ این احترام نخواست که یه فیلم تبلیغاتی بازی بکنه و اون موقعیتی رو که در نزد مردم داره متزلزل کنه و مخدوش بکنه. خب دیگه درباره خصوصیات انسانی تختی صحبت زیاده که تختی چرا تختی شد. تختی خب یه کشتیگیری بود که مدال گرفته بود، خیلی از کشتیگیرهای دیگه هم مدال گرفتن ولی تختی نشدن. 7 تا مدال گرفت، دیگرانی هم بودن، حبیبی هم بود که مثلا چند مدال گرفته بود و دیگران، ولی هیچ کدوم تختی نشدن. تختی شد به خاطر اینی که یه روحیه انسانی داشت، شرافت و متانت در تمام حرکاتش واضح و روشن بود. شما در کشتی‌هایی که گرفته می‌بینید در سال 1962 در آمریکا یه کشتی میگیره با حریف روسیش، مدویو، مثل که الکساندر مدویو، بله، و چند بارم قبلا تو مسابقات دیگه با این حریف کشتی گرفته بوده. اونجا تختی متوجه میشه که زانوی راست الکساندر مدویو آسیب دیده است و میلنگ ناراحته. از حمله بردن و فن زدن به این زانوی مصدوم خودداری میکنه و همه حواسشو میاره تو فنای کشتی به طرف زانوی چپ اون که سالمه. و به خاطر این رعایت جوانمردانه ای که میکنه مدال طلا رو از دست میده و مدار نقره میگیره. سالها بعد این الکساندر مدویو تو مصاحبه مطبوعاتی در سن صداتون قطع شد.
به زانوی مصدوم من در اون مسابقه حمله نکرد و مدال طلا رو به من داد. در زلزله بوئین زهرا تختی کشکول به گردنش آویزان کرد و از پارک سایی تا محل روزنامه کیهان پیاده راه افتاد خیابونها رو و از مردم درخواست کرد که کمک بکنه. خیلی از زنها طلا و دستبند و گوشواره خودشون رو تو اون کشکول ریختن و کامیونی هم همراه حرکت میکرد که مردم پتو و چراغ علادین و لباس و کفش و اینا برای زلزله زدگان هدیه دادن به تختی. تختی اون روز اون کار کرد و این حرکتش یک جنبش ایجاد کرد برای کمک به زلزله زدگان بوئین زهرا. تختی به تمام موقعیت‌های مادی زندگیش پشت پا زد و طرفدار مصدق و راه نهضت ملی آزادی و استقلال ایران باقی مون. این هاست که باعث شد تختی تختی بشه. فقط گرفتن کشتی نبود. از همون نوجوانیش که میاد میره 14-15 سالش کار میکنه که مادر و خواهرش رو اداره کنه تا پایان عمرش که تن به این نمیده که کاری غیر از اونچه که مورد اقبال مردم هست و مردم دوست دارن انجام بده برای کسب پول. به هر حال من فکر میکنم که تختی یکی از شخصیت‌های برجسته جبهه ملی ایران هست و در همه حال تمام موقعیت‌هاشو صرف این مبارزش کرد و من شخصا در زمان دانشجویی افتخار این رو داشتم که مدتی در جلسه کمیته استان با تختی به اصطلاح در یک جلسه حضور داشتم. من از طرف دانشگاه نماینده کمیته دانشجویان که به اصطلاح از دانشکده پزشکی مسئول دانشکده پزشکی بازداشت شده بود و من دانشجوی سال دو بودم، من به جای اون مسئول دانشکده پزشکی کردم و من از طرف دانشکده پزشکی تو کمیته دانشگاه رفتم و از طرف کمیته دانشگاه هم کل دانشگاه هم تعیین شدم برای شرکت در کمیته استان. در کمیته استان تختی به عنوان نماینده ورزشکاران حضور پیدا میکرد. یه خاطره که از تختی دارم بگم و به اصطلاح رفع زحمت بکنم و بیشتر از این وقت نگیرم. یک مسابقه کشتی بود در باشگاه دانشگاه تهران، مسابقه کشتی دانشجویی. اون موقع سالن کشتی دانشگاه تهران توی دبیرخانه دانشگاه بود، تو خیابون 16 آذر کنار دانشگاه. یکی از طبقات اون دبیرخانه سالن کشتی بود. خب شاید بدون اغراق چند صد نفر دانشجو، شاید 1000 نفر دانشجو اومده بودن مسابقه کشتی رو ببینن. تختی وارد سالن شد برای تماشای کشتی دانشجوها. خب دانشگاه و اون سالن کشتی دانشگاه و دانشجوها یه دفعه هیجان زده شروع کردن به ابراز احساسات نسبت به تختی.
و ازش خواستن که بیاد پشت میکروفون برای دانشجوها صحبت کنه. تختی اومد پشت میکروفون و گفت که من اگر بنا بشه که بخوام برم مکه و خانه خدا رو طواف بکنم نمیرم و میام دانشگاه، این دانشگاه رو طواف میکنم، که دیگه سالن منفجر شد و دانشجوها به قدری برای تختی ابراز احساسات کردن که نشون داد که با اینکه تحصیلات دانشگاهی خودش نداره و از تحصیلات دانشگاهی محروم بوده، ولی انقدر قدر دانشگاه رو و وجود دانشگاه رو بهش ارج میگذاره که میگه من میام دور دانشگاه طواف میکنم. خیلی متشکرم که به عرایض من درباره جهان پهلوان تختی گوش کردید. خیلی ممنون دکتر موسویان، رئیس هیئت اجرایی و رهبری جبهه ملی ایران. سخنران دوم ما آقای کامبیز قائم مقام. امیدوارم که آقای قائم مقام صدا و تصویر داریم، امیدوارم که اشکال فنی نداشته باشید. آقای کامبیز قائم مقام عضو هیئت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی خارج از کشور می باشند. آقای قائم مقام بفرمایید برای مدت 15 دقیقه. مرسی، من شایدم کمتر صحبت کنم برای اینکه سخنرانی آقای دکتر موسویان اینقدر جامع بود که جایی نذاشت که دیگه گفته نشه، و به خاطر همکاری که با از نزدیک با تختی داشتن اجتماع اطلاعات ما اطلاعات رو میخوندیم اینجا و اونجا، ولی ایشون نزدیک داشتن عملا این داستان رو به طور کامل گفتم. من داخل جزئیات ماجرا و زندگی تختی به اون ترتیب نمیشم، بهشون نجدتا مدت سخنرانی من کوتاه خواهد بود چون نیم ساعت دیگه هم بعد از جای دیگه هست. در صورت من یه مقدار خاطرات هم میگم از چیزهایی در رابطه با تختی. من خود تختی رو تو ایران دیدم، تو دانشگاه وقتی که داشت از چیز برمیگشت از روی مسابقات، از جلوی دانشگاه آمدن رد بشن و همه دانشجوها واسده بودن و اینها تو ماشین سرباز بودن و داشتن میبردن. اونجا من دور یعنی خودم رسوندم دم خیابون که تختی رو بیدم. دیدن تختی بود از نظر کلی. ولی در رابطه با من پیشنهاد میکنم که این مصاحبه مددوف یا مدیوف هر ترتیبی کسی رو ببینید. من در پارسال این رو دیدم، واقعا جالبه. یه پیرمردی میاد اونجا، یکی از قهرمانان بزرگ دنیا، و در رابطه با تختی همچین صحبتی رو داره میکنه و یه همچین خاطره میگه که هیچکی نمیگه. حالا این چرا رو من تأثیر کرد؟ مسابقه والیبال بود توی کلپالی دانشگاه که میرفتم تو آمریکا. بچه ایرانی ها اونجا بیشتر از 30 تا بچه ایرانی، 25 تا بچه ایرانی بود اونجا، اون وقت اصلا ایرانی نبود به اون ترتیب، و نتیجتا اینا همه ورزشکار بودن یا ای بلدم نبودن یا تیم فوتبال یا فلان ایرانیان تیم درست کرده بودن، تیم والیبال خوبم بودن توش، داشتن با تیم مدرسه مسابقه میدادن و کاپیتان تیم مدرسه که به اصطلاح آبشاریست اونور بود، اون خورده بود زمین، هرچی بود میشلید که بیاد اونجا، ولی با این حالت تو جریان واسطه بود که تیمشون ادامه پیدا کنه. کاپیتان تیم ما که ورزشکار والیبالیست درجه یکی هم بود، تمام اصرارش این بود که هر آبشاری که میزنه به طرف این آدم بزنه، برای که وقتی میزد این نمیتونست بپره بگیره. و این مسئله چون من یاد اون ماجرا بودم بسیار ناراحتم کرد، اون طرف اتفاقا هنوزم هست بسیار هم از این مسئله ناراحته، اونم یه پیروردیست و که آقا تو یاد تختی رو یادت بیاد فلان اینا، بعدا دیگه ناراحت شد. ولی این صحنه رو دیدم که از این ضعف جوان آمریکایی استفاده میشد، بعد مسابقه رو بردن فقط برای اینکه تمام توپو به همه هم میگفت چون کاپیتان هم بود که
توپ رو باید به اون بر بزنید، ضعف چیز جریاناتی. تختی این قوانین شکست اصلا به حتی به اینکه جایزش نقره بشه. یه همچی همچی تیپی بود توی جریاناتی که من عروسش رو اینجا تو کانون سخن سخنرانی نمیکرد. خانم منیر روانه پور نویسنده است و نمیدونستم که ایشون به اصطلاح عروس تختی هستش. یه مقدار حمله کرد به دانشجویان در خارج از کشور که اینا فلان محمود بود، داخلی ها علی خارجی ها فلان اینا، و همه بهش پریدن تو جریانات. خود من جور کسانی بودم مورد سوال قرار دادم، آقا قاسم لباس که آقای عروس تختی و آقا چی دیگه، اصلا همه چی عوض شد، مهم نبود دیگه این چی بگه. و تو جریانات و این مخون میگن شخصیت یه همچین ترتیبی. خاطره دیگه ای که از این ماجرای داستان تختی دارم آقای دکتر رهنوردی، میشناسن، قهرمان وزن برداری ایران بود، آدم بسیار خوش‌قیافه بود و یکی از قهرمانان گردن کلفت کشور بود. و ایشون تو کانون سخن سخنرانی داشت. ایشون از اون سلطنت طلبای معمولی نه، شاه اللهی هم بالاتر بود توی جد. بسیار آدم خوبی بود بگم، همه دوستش داشتن، ولی اصلا معمولی نبود در رابطه با مسئله شاه و این حرف ها. میدونی وکیل مجلس هم شد، هم این هم حبیبی هم مجید محسنی هم. شاه یه تزی داشت که آورده بودن بهش، گفته بودن که آقا شما مردم باید بیارین تو مجلس، مردم هم که رأی نمیدادن اون ترتیب کیارم. از شد رفت هنرپیشه ها و قهرمان ها و ورزشکار ها و اینا رو بیارن تو مجلس، و اینا نجدتن چون مردم اینا رو دوست دارن مجلس بشه مجلس مردمی، که این کارم نشون تو جریان هم. ولی در اصل این آدم ها مثل دکتر رهنوردی اینا تو این جریان. من یه خاطر دیگه ای دارم، اینو دارم میگم که اون تیکه آخر رو بگم. این مجلس ختم تورج نگهبان بود، تورج نگهبان از سخنران کانون سخن بود، دوست من بود، رفته بودم اونجا، قرار بود دو کلمه هم بگیم راجبش، ولی چون پدر خانواده تو راج نگهبان اصرار داشتن مجلس مذهبی برقرار بشه، یعنی یه کسی را آوردن آقای دکتر فلان که سر مقبره نام دعا بخونه فلان کار را انجام بده. خود تو راج نگهبان کار نبود، توده ای بود، چیزی نبود، ولی با تمام تفاصیل گفته بودن انجام بشه. خیلی مسئله بود چی آمد جلوی آقای دکتر رهنوردی بود که شروع کرد سرود خوندن و غیره که مجلس به هم بخوره، مجلس که بخواد معصبی بشه به هم بخوره. و خب یه دی رفتن من و دکتر که صحبت که آقا این مجلس مال اینا هست، مال ما نیست، ما آمدیم تو داستان مجلس. ولی همین آدم با این ترتیب وقتی آمد تو کانون سخن صحبت کنه، حداقل 10 تا 15 دقیقه از 40 دقیقه صحبتش راجع به تختی بود و گریه کرد اون بالا. مثل چیز غریبیه، تو از چه رابطه ای با تختی داری؟ این همه با هم تفکر فکرتون چیزه، ولی این آمد رسما گریه گفت. اصلا یه همچین آدمی تو تاریخ ورزش ما نبوده. و بعد این نکته اینجاست که این تیپ آدما در رابطه با این یه همچین صحبتی رو میکردن. من مصاحبه شعبان جعفری و خانم هما سرشار جالبه، در صورت کتابی هم داد بیرون در رابطه با این ماجرا، و تیکه مصاحبه شد تو چیز تمام تعریفش از تختی بود، عکسش هم نشون داد تو کارداشون چیزگیر از این چیزهایی که مینداختن و غیره با هم دیگه. یعنی افتخارات تمام اون سلطنت طلبایی که دشمن ماجرا بودن این بود که یه عکس با تختی داشته باشن. دقیقا هم تفکر تختی رو بودن. این شب اون گنده تر تو شاهی بازی نداشتیم دیگه. و تمام اینها اصرارشون این بود که با تختی عکسی داشته باشن. من خونه هر کدوم ورزشکارا رو که رفتن با عکس با تختی اونجا بود توی جریان. و این رو توی اون پرویز خیلوشخانی هم وقتی خونش رو پاریس رفتم اونجا بودم، ما اینکه از اون چپ های خیلی چید اونا پسر بسیار خوبیه، ولی عکس بزرگ خودش رو تختی رو اونجا گشته بود. با اینکه از نظر فکری از اینجا تا آسمون با تختی فرق داشت تو جریان.
این که کاراکتر من یکی ندیدم تا حالا به این ترتیب که اینقدر به این محبوبیتی باشه که تمام به اصطلاح آدم هایی که می توانستن دشمن طرف باشن این رو به عنوان قهرمان و به عنوان دیگه وقت رهنوردی بدون بالا گریه کنه و این مسئله بسیار. خاطره دیگه ای که آقای نصرت الله امینی راجع به تختی صحبت میکرد بسیار جالب بود، ختمی بود تو تو منزل دکتر مصدق، یادم نمیاد برای چی این ختم بود و ختم طبقه بالا گشته بودن یا آدم ها زن ها طبقه بالا بودن مردم زنانه بود، ترتیبی بود و خانم دکتر مصدق مریض بود و ایشون از این پله نمیتونست بره بالا و اونجا خب محرم و غیر محرم خب خیلی مهم بود، بخصوصا خانم دکتر مصدق که بسیار مذهبی بود، مجالس روزه میذاشت، مادر منم تو شرکت میکرد و صحبت اون چطوری بره بالا، تنها آدمی که به اصطلاح محرم دیدن تختی بود و این رو آوردن و ایشون خانم رو بلند کرد و پلا برد بالا و برد تو اتاق، یعنی یه دونه آدم محرم تو تمام اون مجلس وجود داشت و تختی بود، یعنی اینجوری بهش نگاه میکردن، حتی خانم دکتر مصدق اینجوری به طرف نگاه میکرد راجع به جریانات. یه همچین حالت هایی توی در دبیرستان انوشیروان دارگر مسابقات کشتی تهران بود یه همچین چیزی اونجا گشته بودن و تصادف که دوستان من بلیت داده بود و ما رفتیم شب مسابقه، شاه هم میامد تو اون برنامه مسابقه تماشا کرد چند. بعد هم که این مسابقات داشت تموم میشد، تموم شد که این داشت مدال میداد شاه به چیز، خیلی هم سالن بزرگ نبود زن کاملا آدم همه رو میدید، تمام شعار چه زمین رو تکون میداده بود اینا تختی نمیشه، اینا تختی نمیشه. این صحنه ای بود که من تو اونجا دیدم و اصلا تمام سالان داشت همچین فریادی رو میکشید و زمانی که شاه هم اونجا واسطه بود، البته هیچکی به روکش نمی آورد، اونایی که اونجا واسطه بودن اعتراضی هم نکردن، تو سر و راه نزدن، یعنی خیلی بد میشد اگه کاری رو ماجرا میکردن. و داستان با اونا تختی نمیشه در حالی که همه در حال رفتن بیرون بودن یه همچین ماجرایی داشت انجام میشد. سالها بعد تختی آمد آمریکا، هم دیگه اواخر کارش بود دیگه، تختی آمد آمریکا و در شرق آمریکا بود، مسابقاتی بود، تختی سن بالایی داشت، کشتیگیر ها وقتی 40 سال بالاتر میرن، از 40 سال از 30 سال بالاتر میرن میان بیرون، ولی تختی رو نگه داشته بودن یا خودشون یا هر ترتیبی که بود، نجیستان قسمت های آخر تختی توی جریان به اون ترتیب بود. در ضمن اینو داشته باشیم، تختی یک قهرمان بزرگ جامعه ما بود ولی بهترین کشتیگیر تاریخ ما نبود، موحد بهترین کشتیگیر تاریخ ما بود، یعنی 6 تا 7 مدال طلا بود، حتی حبیبی غیره و اینها لطف کار در این بود، یعنی شخصیت این آدم بود، با اینکه گفتم این بهترین کشتیگیر ایران نبود، در صورت کشتیگیر چیزی بود، ولی با تمام تفاصیل اسم این از هر کشتیگیر دیگه بیشتر مونده، آدم ها کشتیگیر دیگه هیچ گیر یادشون نمیاد مگر این طرف میشناختن، ولی یک دونه اسم سر جاش هست توی به اصطلاح این جره. در صد آمد آمریکا بچه های جبهه ملی رفته بودن دیده بودنش و خیلی هم تو هم محکم صحبت میکنه، خیلی هم محکم بود توی برنامهش، یعنی در صحبتش با اینا که آقا در صورت باید مصدقی بمونیم، باید اسم مصدق و فلان کنیم، یعنی همچین صحبتی رو با بربش، من تو اون برنامه نبودم و خوش رو کلانتری نبودم فکر کنم، اونا که وقتی برگشتن داستان دیدنشون رو با تختی میگفتن. بعد از مرگ تختی سراسر آمریکا و اروپا براش برنامه گذاشته شد، در شمال کالیفرنیا یک برنامه، بزرگترین برنامه‌ای که واقعا گذاشته شد مال تختی بود، برای اینکه اصلا انتظار نشن این هم آدم بیاد، یعنی تمام ایرونیای موجود با اینکه اونقدر زیاد نبودن 300 400 نفر بودن همه آمده بودن، یعنی کسی نبود که نیاد، شاهی و مصدقی هم نداشت، اما آمده بودن آقای دکتر شایگان سخنرانی میکرد توی ماجرای تختی و در رابطه با بزرگی این آدم صحبت می در صورت گفتم خاطره ای که از تختی مونده و من صحبت های گوشی گرفت که الان هنر پیشه بود فوت کرد فردین در رابطه با تختی، اونم وقتی در صحبت میکنه راجع به تختی صحبت یکی از در صورت اسطوره های تاریخ راجع به صحبت میکنه، از خود فردین
تو این خطا به اون ترتیب من اصلا یادم نمیاد که تو این خطا بود یا نبود، ولی بر صحبت طرف در رابطه با تختیه، یعنی هر کی رو شما نگاه بکنین، چپ راست شاهی غیر شاهی، وقتی مسئله تختی میرسه یه حالت دیگه ای توی جریانات داره. تمام به اصطلاح توی مسابقات کشتی چیزم کرپالی که دانشگاهی که من بودم اونجا، دو نفر کشتیگیر ما داشتیم که اونجا کشتی میگرفتن تو مسابقات، اصرار اینا بود که عکسایی که اونجا زده شده عکس تختی باید تو این ماجراها باید حتما باشه. اینم بعد از مرگ تختی بود که این جریان انجام میشد که عکس تختی باید باشه. در اصل ما با یه همچین کاراکتری توی جامعهمون هستیم که واقعا دیگه من فکر میکنم نظیر همچین آدمی بیاد، با وجودی که اینو گفتم بزرگترین کشتیگیر تاریخ ما نبود، توجه کردیم، ولی بزرگترین قهرمان تاریخ ما بود و ورزشکار تاریخ ما. خیلی ممنون ازت، مرسی.